بر شما همراهان همیشگی، خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم با یکی دیگه از جلسات آموزش گیتار. امروز درسمون رو بهتر هستش که با تقسیم کردن یک میزان از یک ریتم روی دوتا آکورد پیش ببریم، چیزی که در مورد این ریتم توی ریتم های اسلوراک یا ششت سنگین و چهار چهارم قبلا خدمتتون صحبت کرده بودم. الان میخوایم همین الگوی تمرین رو روی ریتمای ششت شاد یا ششت سبک انجام بدیم. بهتره که من قبل از اینکه تمرین امروز رو شروع کنم در خصوص کلمه سنگین و سبک صحبت کنم که خدایی نکرده اشتباه بر دوستای خوبم جا نیفته. ببینید، ما خدایی نکرده در مورد کلمه سبک که صحبت میکنیم، معنی مثلا ریتمی که یا موسیقی که ابتذال داشته باشه یا ریتمی که ابتذال داشته باشه صحبت نمیکنیم، چون اصلا همچی چیزی وجود نداره. هیچ وقت یه موسیقی نمیتونه موسیقی مبتذل باشه. موسیقی پاکترین چیزیه که ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم و واقعا یک روح پاک میخواد برای نواختن موسیقی. در خصوص سنگین و سبک یه اصطلاح موسیقی هستش که ما وقتی که داریم میگیم یه نفر بارش سنگین هست، کنتر قدم ور میداره و ریتم‌های سنگین منظورمون ریتم‌های آهسته و کند هستن و یه نفری که مثلا داره حرکت میکنه بار سبکتری داره حمل میکنه میتونه سرعت بیشتری داشته باشه. این به خاطر همین مسئله است که ما ریتم های سبک رو ریتم های با سرعت بیشتر یا تندتر میگیم. پس سبک یعنی تندتر، سنگین یعنی کند یا آهسته تر. بسیار عالی. در مورد ششت کند یا سنگین قبلا صحبت کرده بودیم، چهار چهارم رو هم صحبت کردیم. امروز میخواییم در خصوص ریتم ششت شاد صحبت بکنیم، یا ششت سبک یا ششتی که سرعت بالایی توی نواختن داره. ببینید، مثلا ما این ریتمی که داریم میزنیم، مثلا میشمارم 1 2 3 4 5 6، یا میگم 1 و 2 و 3 و 4 و 6 کند یا با سرعت پایین یا ششت سنگینه. ولی یه ریتمی که دارم میزنم، پس این ریتم میتونه سرعت بیشتری داشته باشه. حالا ما میخوایم همین ریتم 6 هشتم که سرعت بیشتری داره رو تازه بیایم روی دو تا آکورد تقسیم کنیم. یعنی من دارم الان در خصوص تمرین 141 کتاب ریتم براتون صحبت میکنم. یه ریتم 6 هشتم که من دارم اجرا میکنم، یعنی میشمارم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 شماره 1 2 3 روی یه آکورد و 3 شماره دیگه 4 5 6 روی یه آکورد دیگه 1 2 3 4 5، یعنی میگم تقسیمش میکنم. ببینید دقیقاً ریتم روی دوتا آکورد تقسیم مساوی میشه. حال تمرین مثلا 142 تا تمرین 145 کتاب، تمرین 142 رو براتون اجرا میکنم. تسلط هم روی راست کدو میخواد، هم روی ریتم 6 هشتم میخواد، هم روی تعویض آکوردمون که بتونیم با کیفیت بالا اجرا کنیم. تمرین بعدی مثلا، به همین شکل تمرین شماره 144 کتاب که ما داریم روی این الگوهای آکورد داریم میزنیم. من سعی میکنم اکثر آکوردها رو بار دار اجرا بکنم که خب چالش بیشتری برای شما هنرجو باشه که بخواید درس رو یاد بگیرید. ببینید الان آکورد لا مینور، ری مینور، سول ماژور، دو ماژور به شکل بار دارش، فا ماژور، سی بمول ماژور به شکل بار دار، می ماژور، لا مینور. خب ابتدا رو هر آکورد یک میزان ریتمو میزنم، حالا
حالا همین قضیه رو تقسیمش میکنم، همین الگوی تمرین رو تقسیم میکنم بین دوتا آکورد، یعنی سه شماره روی آکورد، سه شماره روی آکورد دیگه، یک دو سه روی آکورد، چهار پنج شش روی آکورد دیگه، یعنی میشه یه نکته یه بهتره من اینجا باز براتون صحبت بکنم در موردش، اینکه ضربه های آکسان ما باید به چه شکلی باشه. ببینید ما قبلا در مورد تکنیک آکسان یا تکنیک قوی تر ضربه زدن چه توی ریتم چه توی تمرینای کتاب یا نوت ها یا ملودی ها صحبت کرده بودیم، اما وقتی میگیم آکسان هنرجو یا دوستایی که دارن تمرین میکنن متوجه نشدن که به چه شکل باید ضربه محکم رو روی سیم باید ضربه زد. دقت کنید، هنرجوی من سر کلاس میشینه و داره ریتم ها یا نوت ها رو اجرا میکنه، وقتی که به علامت آکسان یا نوت هایی که بهشون گفتیم این ضربه با تاکید بیشتر هست و نیازمند آکسان هست، خیلی یه ضربه خیلی محکم میزنه که اصلا هم تراز با ضربه های قبلی یا بعدیش نیست. آکسان باید دقیقاً موازی و هم تراز ضربه های دیگه باشه، ولی باید از یه طیف همون رنگ ضربه های دیگه باشه، یه مقدار پررنگ تر، نه اینکه کاملا یه ضربه متفاوت باشه. مثلا من دارم ریتما رو با رنگ آبی یا سرمه یه خیلی کم رنگ اجرا میکنم، یه خوی یه ضربه ای میاد اجرا میشه توشون که یه رنگ مشکی تیره داره. اینجوری نیست، همون رنگ سرمه یا آبی باید یه طیف تیره ترش اجرا بشه، این میشه آکسانی که هارمونی داره با ضربه های دیگه من. دقت کنید، آکسان اینجوری نیست که شما وقتی در ریتم میزنی یه خوی ضربه خیلی محکم روش ضربه بزنی، نه، اون ضربه ای هم که داریم اجرا میکنیم ضربه ای هستش که توی طیف بقیه ضربه هامونه، ولی سعی میکنیم که یه مقدار تاکید بیشتری داشته باشه اون ضربه. توی همین ریتم 6 8 من وقتی دارم میزنم، قبلا هم خدمتتون آموزش داده بودم این ریتمو، 6 ضربه رفت و برگشت داریم میزنیم، یعنی 1 2 3 4 5 6. حالا وقتی من آکسان میزنم دقت کنید، یعنی اون ضربه آکسان نشون میده که ریتم پر ضربه شما رو 1 و 4 2 3 4 5 2 3 4 ضربه های دیگه پایین هست و ضربه شما رو 1 و شما رو 4 داره قوی تر اجرا میشه، این میشه که ریتم من داره متفاوت اجرا میشه، یعنی بسیار عالی. داخل قطعه جدید کتاب یا درس جدید که داریم کار میکنیم، تمرین 68 کتاب، قطعه لاویز بلو یه قطعه هست که خب یه آهنگی هست که خیلی واریاسیونهای مختلفی روش شده و شما میتونید با سرچ کردن اجراهای مختلفش رو گوش بدید. پس اولا ما اینجا داریم یه قطعه رو اجرا میکنیم که واریاسیون شده، یعنی درس واریاسیون رو داریم مرور میکنیم که یه آهنگو به یه شکل دیگه داریم اجرا میکنیم. مودولاسیون داریم توی این قطعه، یعنی من شروع آهنگ من، شروع تمرین من فقط یک علامت دیز داره، همینجوری که دوستای خوبم توی تصویر بهتون نمایش میدن، فقط نوت فا دیز هستش، ولی از خط چهارم به بعد چهار دیز داریم، یعنی نوت فا دو سل و نوت ر دیز میشه، فا دو سل ر. اکثر بچه ها تو تعداد دیز زیادشه که اشتباه میکنن، چون ما تا حالا یه قطعه که انقدر دیز داشته باشه نداشتیم. مثلا نوت سول رو نمیشه دیز باشه، این سول رو میان دیز میزنن ولی سول سیم سومو یادشون میره دیز بزنن. نوت فا رو نوشته دیز بشه، این نوت فا دیز اجرا میشه ولی فای سیم چهارم که فرت چهار سیم چهار هست دیز نمیزنن، ما باید فای سیم چهارم رو هم دیز بزنیم. بنابراین پس چی؟ پس وقتی دیز میشه همه نوت ها روی همه سیما دیز میشه. مثلا این نوت ر فرت سوم سیم دوم دیزه، نوت ر فرت ده سیم اولم دیزه و اکثر بچه ها، اکثر دوستای خوبم موقعی که دارن تمرین رو اجرا میکنن به این دیز ها دقت و توجه نمیکنن.
خیلی مهمه که این علامت ها، این دی اس ها برای تمام نوت ها در نظر گرفته بشه. میتونید قبل از اینکه قطعه رو تمرین بکنیم یا اجرا بکنیم، نوت های دی اس دارش رو مشخص کنید، جای دستتون رو پیدا کنید، اون قسمتی که تعداد دی اسش بیشتر نوت ها رو بشناسید، بدونید داخل هر میزان چه نوتی دی اس میشه و اینا رو به همین شکل تمرین و اجرا بکنید. بنابراین باید به دی اس ها توجه داشته باشیم که وقتی میگیم یه نوتی دی اس میشه سول دی اس، سول سیم اول و سول سیم سوم، وقتی میگیم ر دی اس، ر روی تمام سیم ها دی اس میشه، سول سیم ششم، ر سیم ششم، تمام نوت ها دی اس اجرا بشه. سیم آزاد اگر هست، چون معمولا بچه ها این کار را انجام نمیدن، پس یه بار دیگه میگم، اول وقتی که یه قطعه تعداد دی اس بیشتری داره، ابتدا اول نوت های دی اس دارش رو مشخص بکنیم و یه دور مرور بکنیم که توی این تمرین توی هر میزان چه نوت های دی اس اجرا شده و اون نوت ها رو در نظر بگیریم. خب من بهتره که قطعه رو اجرا بکنم و همینجوری که دارم اجرا میکنم براتون نکته های این قطعه رو بگم. قبل از اینکه ادامه بدیم، با یه علامت دی اس آلکودا برخورد میکنیم آخر قطعه. ببینید وقتی که به علامت دی اس میرسیم، همینجوری که دوستای خوبم توی تصویر دارن به شما نشون میدن، یه علامت اس روی خط اول براتون گذاشته. وقتی به عبارت دی اس رسیدید، باید برگردیم، از علامت اس شروع کنیم و تا قسمت کدا رو دوباره اجرا کنیم. یعنی برمیگردیم از اس شروع میکنیم تا برسیم به عبارت کدا. داخل خط سوم میتونید عبارت کدا رو ببینید. به عبارت کدا که میرسید، یعنی تا اینجای قطعه اجرا میشه، قسمت آخر یعنی خط آخر و میزان آخر یه علامت دایره شکل که داخلش مثل یک به علاوه قرار گرفته وجود داره که این مربوط به همون علامت کدا میشه. منظور این هستش که شما از علامت S تا کدا رو بنوازید، وقتی که به علامت کدا رسیدید، اون قسمت میزانی که علامت دایره روش هست، دایره و به علاوه روش هست، اون قسمت رو اجرا بکنید. پس یکی علامت تکرار جدید داریم. ما توی این درس علامت های تکرار مختلفی داریم، مثل علامت دولا خط نقطه دار، مثل علامت ولت، ولی علامت دی اس آل کدا برمیگردیم از علامت اس تا کدا رو میزنیم. به کدا که میرسیم، اون قسمت دایره شکل آخرین میزان رو اجرا میکنیم، یعنی میچسبونیم به آخر. و ممکنه سوالی که برای بچه‌ها پیش بیاد، برای دوستای خوبم پیش بیاد، این هستش که چرا ما اصلا از این علامت‌های تکرار استفاده میکنیم. دقت کنید، اگر توی همین قطعه این علامت‌های تکرار، علامت‌های ولت یا علامت کدا وجود نداشت، شما مجبور میشدید قطعه رو به چند صفحه تقسیمش کنید. یعنی یه قطعه‌ای که میتونید یا یه آهنگ که میتونید توی یه صفحه باشه، مجبور میشه 4-5 صفحه بزنیم. و این یادتون باشه که ذهن ما همون اول که میخواد مواجه بشه با یه تمرین، وقتی که حجم این تمرین رو خیلی زیاد ببینه، با یه ترسی شروع میکنه که ممکنه بگه وای من الان میخوام بیام تمرین بکنم، چقدر این تمرین طولانیه. ولی اگر این تمرین رو بیایم به این شکل اجرا بکنیم که خلاصه نویسی کرده باشیم، از تکرار و قسمت های تکرار دارش رو مشخص بکنیم، خیلی برای هنرجو راحت تر و قابل قبول تر میشه. بنابراین قسمت اول قطعه رو برمیگردیم اجرا میکنیم که با یه آرپژ شروع میشه، با آرپژ دولا چنگ به این شکل. خب ما تا الان وقتی که نیم بار فرت پنجم میگرفتیم، فقط خود نیم بار رو گرفتیم، ولی الان داخل تصویر کتاب هم وقتی میبینید نوشته شده که نوت دو دیز رو با انگوش شماره دو فرت ششم از سیم سوم اجرا بکنیم. همونطور که میدونید نوت دو دیز فرت دوم سیم دوم هستش، ولی اینجا چون ما الان نیم بار فرت پنجم داریم، نوت دو دیز رو انتقال دادیم یک سیم بالاتر و نوت دو دیز میشه فرت ششم سیم سوم، پس میشه. قسمت اول قطعه تا سر اون جایی که مودولاسیون میشه و در واقع 4 تا دیز داریم. از این قسمت با یه آکورد شروع میشه
و دائما ما رو سیم دوم داریم ضربه اجرا میکنیم که بین نوتامون این سیم ضربه های روی سیم دوم تکرار میشه. دقت کنید. و اینجا نوت دو و نوت میو میخوایم. نوت دو و نوت می دو فرت هشتم سیم اول هستش که میشه فرت، چون دیس هست میشه فرت نهم سیم اول، و نوت می همونطور که توی تصویر کتاب میبینید عدد داخل دایه شماره سیم مشخص میکنه که به ما میگه نوت دو روی سیم سوم، نوت می روی سیم سوم اجرا بشه. نوت می روی سیم سوم پیدا میشه و فرت نهم از سیم سوم اجرا میشه. حالا نکته ای که توی این قسمت جالبه، ببینید توی همین خطی که خط پنجم همین تمرین، ما سه تا نوت می داریم که از لحاظ شکل بین خط چهارم و پنجم نوشته میشه دایره سیاه، یعنی نوت همین می بین خط چهارم و پنجم قرار میگیره. حال دقت کنید، این نوت می سیم آزاد اول اجرا میشه. داخل میزان بعدی همین نوت می نوشته شده ولی مشخص کرده که روی سیم سوم باید اجراش کنیم. خب روی سیم سوم میشه فرت نهم، و داخل میزان بعدش باز همین نوت می نوشته شده ولی داخل دایره شماره سیم رو مشخص کرده که میگه روی سیم دوم باید اجراش کنیم که فرت پنجم سیم دوم اجرا میشه. پس ما داریم از یک نوت توی سه تا پوزیسیون یا سه تا موقعیت مختلف اجرا میکنیم و استفاده میکنیم. ممکنه سوال پیش بیاد که چرا این کار اجرا میشه. ببینید، ما پراکندگی نوت ها روی دسته گیتار رو داریم به شکلی که تمام نوت ها رو توی تمام پوزیسیون ها بتونیم اجرا بکنیم. یعنی وقتی یه نوازنده داره توی این قسمت استفاده میکنه و اجرا میکنه، از نوت های این قسمت استفاده میکنه، اگر میاد پوزیسیون های دیگه از نوت های همون پوزیسیون استفاده میکنه. اینجوری نیست که مجبور باشه یه نوازنده توی اون سرعتی که داره اجرا میکنه، توی اون احساسی که داره اجرا میکنه، دستش رو حرکت بده و جاهای مختلف نوت بزنه. پس این خیلی نکته مهمیه که شما وقتی دارید قطعه رو اجرا میکنید حتما به این مسئله کاملا اشراف داشته باشید که نوت ها توی پوزیسیون های مختلف برای شما قرار داره و شما نمیخواد نوت ها رو انتقال بدید جاهای مختلف. معمولا توی قطعه های گیتار اینو براتون می نویسه، یعنی موقعیت هر نوت توی هر پوزیسیون رو مشخص میکنه، ولی شما به عنوان یه نوازنده ای که دارید وارد مرحله نیمه حرفه ای میشید، لازمه که این کار رو بدونید که ما میتونیم با انتقال دادن نوت ها رو توی هر پوزیسیونی راحت هستیم اجرا بکنیم. بله، پس به این شکل اگر دقت کنید، من برای شروع این میزان، شروع قسمت دوم که گفتم چهار تا دیز داره، نوت می فرت چهارم و نوت سول دیز رو احتیاج دارم. نوت می و نوت سول دیز رو احتیاج دارم. نوت سول همونطور که گفتیم علامت سرکلیت دیز هستش، سول فرت سوم سیم اوله که سول دیز میشه فرت چهارم سیم اول، پس میشه. و همونطور که خدمتون گفتم دائما روی نوت سی سیم آزاد دوم هم داریم ضربه میزنیم. قسمت بعدی اومدیم نوت فا و نوت لا رو داریم اجرا میکنیم. خب لا که دیز نیست، سر جای خودش با انگشت چهار گرفته شده. نوت فا فرت سوم سیم چهارم هستش ولی چون دیز شده فرت چهارم سیم چهارم میشه. و قسمت بعدی نوت در واقع سول روی سیم چهارم و نوت سی سیم اول رو داریم و همچنان بینش نوت سی سیم آزاد دوم هم داریم میزنیم. باز اینجا نوت سول دیزه. یکی از اشکالی که میبینم بچه ها اکثرا دارن، این نوت سولی که روی سیم چهارم قرار گرفته رو دیز نمیزنن. یعنی حواسشون بوده به این مسئله که نوت سول فرت سه سیم اول رو دیز بزنن، ولی نوت سولی که روی سیم چهارم قرار گرفته رو دیگه دیزش نمی کنن. حواسمون جمع باشه وقتی یه علامت دیز داریم، این علامت دیز مربوط به تمام اون نوت ها میشه. بنابراین پس هم این نوت سول، هم نوتی که سولی که روی سیم چهارم دیز شده. دقت کنید. بعد اومدم اینجا نوت دو دیز میزنم و اینجا نوت سی سیم آزاد دوم تبدیل شد به نوت می که روی سیم سوم دارم بینش ضرب میزنم. سعی کنید ارزش زمانی ها رو رعایت کنید و حفظ کنید. حتما باز تاکید میکنم موقع اجرا سعی کنید که از مترونوم استفاده بکنید و
قطعه رو بیاید یه جوری اجرا بکنید که چون این قطعه قطعه خوبی هست از لحاظ ارزش زمانی، ما آرپژ دولا چنگ داریم، نوتای چنگ داریم، میتونید خیلی از لحاظ کاربردی یا مرور درس های قبلی به شما کمک بده که بتونیم درس ها رو تمامش رو توی اینجا مرور بکنیم. ما مدولاسیون داشتیم، واریاسیون داشتیم، تعویض گام داشتیم، نوتای دولا چنگ و چنگ رو مرور کردیم، علامت های تکرار رو داشتیم و ببینید یه درس میتونه چند تا درس مختلف رو مرور بکنه. گو اینکه شما موقع اجرا میتونید از موزیکالیته استفاده بکنید، یعنی همون مباحثی که در خصوص احساس براتون توضیح دادم رو داشته باشید، یعنی با احساس ساز بزنید و فورته پیانو، تغییر سرعت، تغییر صدا اینا رو داشته باشیم توی قطعمون، و در عین حالی که میتونید تکنیکایی مثل اسلاید، ویبره و اینجور تکنیک هم توی قطعتون اجرا بکنید. بنابراین پس تمرین 68 کتاب ملودی رو اجرا میکنیم برای این جلسه و همونطور که گفتم تمرین ریتمیک مربوط به تقسیمات ریتم توی یک میزان بود. ما یک میزان 6/8 روی یک آکورد اجرا کرده بودیم، حالا یک میزان 6/8 رو روی دوتا آکورد داریم اجرا میکنیم. بنابراین همینطوری که توی تمرینات ابتدایی کتاب براتون توضیح دادم این تمرینات رو کار کنید، بشمارید حتما، قطعه لاویز بلو رو هم بزنید و اجرا بکنید. ممنون که این جلسه هم در خدمت شما بودم، امیدوارم که به شکل کاربردی از این جلسات استفاده کنید. شاد و سلامت و پیروز باشید.